مهاجران کاری از شهر و منطقه های روسیه شکایت دارند که کارمندانی پلیس و جای کاردهندگان از آنها طلب دارند پولی پتند را پردازند. این در حال است که روز 18 اپریل ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با صدور یک امر مهاجران کاری را از 15 مارس تا 15 ایون از ثبت نام اقامت و پرداخت پولی پتند آزاد کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه که نظارت امور مهاجرت را در این کشور زیر نظارت دارد در پاسخ به سؤال حامیان حقوق در این کشور هم گفت موافق امر پرزیدنت شهروندان خارجی 3 ماه تا 15 ایون حق دارند بدون پتنت کار کنند و کسی آنها را به جوابگری نخواهد کشید. در یک نواره که مهاجران کاری از شهری یکاترینبورگ روسیه فرستادن دیده می شود، کارمندان پلیس مهاجران را که ثبت نام اقامت و پول پتن را پرداخت نکردند بازداشت کرده در یک اتوبوس خدمتی می نشانند. پاتنوش و پلاتیت که اگه نیستن همه یعنی را قبیده بور کده برده ایستدن این فکت اینان چنین شکایت ها از دیگر ولایت های روسیه از جمله چلیابینسک، تویر، شهر سنکت پترزبورگ و حتی مسکو که زیری قرنطینه شدید قرار دارد از مهاجران به رادیو آزادی رسید. برخی از مهاجران میگویند با طلبی کارفرما آنها پولی پتند را سپردند چون کاردهنده تهدید کرده است که اگر پولی پتند را ندهند آنها را از کار میرانند. در سفارت تاجیکستان در مسکو و نمایندگی خدمات مهاجرت میگویند امر پرزیدنت روسیه صادر شده است و در تمام قلمرو این کشور باید عمل کند. مهاجران با تکیه به این امر حقوق خود را باید حمایت کنند، افزود هم صحبت ما. حامیان حقوق مهاجران هم میگویند در هر صورت مهاجران نباید برای این 3 ماه پولی پتنت پردازند چون که آنها قانونا از پرداخت آن آزادند. просто не платить من فکر میکنم در منطقه روسیه برای ریاست های مهاجرت فرمان غیر رسمی داده شده است که مهاجران را مجبور کنند پول پتنت را پردازند چون که بودجه منطقه خالی است میخواهند از این را پردازند. ما ویدیم دینگ بودجه نیست. بختاور جمعیف یک فعال جمعیتی و حامی حقوق در روسیه میگوید پلیس به خاطر نداشتن پتنت و یا گذشتن مهلت سند ثبت اقامت حق ندارد مهاجران را جریمه و یا از کشور اخراج کند. اکثریت در جای بخیرگیری اقامت نمی کنند و پلیس تکیه بر این کرده آنها را برای رعایت نکردن قرنطین جریمه بسته می تواند. توصیه می دهم که то рухсати надошта рухсатнома надошта бошанд аз хонаҳои зисти худ берун набароянд ва каму беш ҳам бошад бо фармони 274 шинос шаванд. در روسیه بنابر اطلاع مقامداران روس بیش از 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی می کنند، اما مقامات تاجیک شماری مهاجران را اندکی بیش از 480 هزار نفر گفتند. درآمد هر چهارمین خانواده بنابر ارزیابی های سازمان های بین المللی در تاجیکستان از حساب مهاجرت است. سال گذشته 2019 مهاجران کاری تنها از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 576 میلیون دلار پول فرستادند.